توی این بخش آموزش قراره یاد بگیریم که چجوری میتونیم یه همچین حاله های نوری رو توی صحنمون توی فتوشاپ ایجاد کنیم که صحنمون رئال‌تر و جذاب‌تر بشه. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باش که خیلی راحت یادش بگیریم. خب من این لایه رو حذفش میکنم که از اون با هم دیگه بتونیم این رو درستش بکنیم. برای همین منظور میام اینجا، اولین کاری که میکنم یک بار کنترل شیفت N رو میزنم اینجا که یک لایه جدید اینجا واسه من ساخته بشه. دومین کار میرم سراغ ابزار براش و اینجا یک براش رو برمیدارم. ببین سایزش رو کلیک راست بکنم میتونم کوچیک یا بزرگش بکنم، مثلا یه همچین اندازه برام اوکیه. هاردنسش هم تقریبا روی 50% میذارم که نه زیاد محو باشه نه زیاد شارپ باشه. و میام اینجا دقت کنید اینجوری 1 2 3 4 مثلا 5 تا دونه یه همچین حاله ای رو ایجاد میکنم اینجا. تو مرحله بعدی میرم سراغ فیلتر، اینجا میرم سراغ بلر و اینجا میشن بلر رو انتخاب میکنم. دقت کنید زاویه تابش نورم رو میتونم از اینجا من مشخص کنم. من مثلا یه همچین زاویه نوری به نظرم میتونه مناسب باشه اینجا، اوکیش میکنم این رو و میام سراغ ابزار موف. اینجا یه ذره میارمش جلوتر جایی که میخوام. الان یه همچین چیزی رو ما اینجا داریم، درسته؟ توی مرحله بعدی میام سراغ فیلتر بلر و یه دونه گازیان بلر رو بهش میدم. این گازیان بلر رو تا حدی که مناسبه، ببین اگه من تغییرش ندم که خب همون شارپیه رو داره، اگه زیاد تغییرش بدم کلن از بین میره. تا یه حدی که ببین کم کم میارمش جلو تا یه حدی که این شارپیه از بین بره اینجا. حالا اوکیش میکنم این رو و تو مرحله بعدی میتونم واسه اینکه در کارم تمیز سر بشه بیام سراغ ابزار ارایز، پاک کنی که اینجا هست انتخابش بکنم، کلیک راست میکنم، هاردنسش روی صفر، یعنی اصلا هارد نیست، کاملا حالت محوی داره. سایزش هم همچین سایزی مناسبه. این قسمت های بالا رو میتونم یک مقدار من محوترش بکنم که یه همچین حاله نور رو در نهایت بتونم داشته باشم. دقت کنید قبل حاله نور و بعد حاله نور رو اینجا میتونیم ما ببینیم. امیدوارم که از این آموزش نهایت استفاده رو ببرید. اگه خوشتون اومد لایک و کامنت یادت نره. اگه از اکسپلور هم داری این ویدیو رو میبینی بیا داخل پیج، کلی آموزش های رایگان و جذاب در مورد 3D Max V-Ray و پست پروداکشن توی فتوشاپ وجود داره. تا قسمت بعدی وقتت بخیر و خدا نگهدار.